بنام یاد خدا بارد سلام خدمت شما عزیزای کمیل لحظه بیننده برنامه مهمان من بیننده هستین. خب دوست عزیز امید است که جور ساعتمند باشین و کنار تلویزیونایتان نشسته و بیننده برنامه خودتان باشین و همچنان روز تاییدم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین، یک عصر زیبا را آغاز کرده باشین. خب دوست عزیز بازم طبق معمول مهمان بسیار عزیز را در برنامه با خود داریم. بله سهیلا سحر، بانو سهیلا سحر، رئیس خدمتگزاران مردم افغانستان، سلام، خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده هایی که ما را میبینن و مخصوصا اوزایی که علاقه مند مهمان من هستن. بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت کردین. خواهش میکنم. امیدوار هستم که برنامه خوش داشته باشیم. انشالله برنامه خوبی داریم. خب بانو سحر بین بگین که در کدام عرصه چه خدمت میکنین بر مردم؟ ما البته با تعدادی از خانمای افغانستان که خانمای فعال از این سرزمین هستن یک جا شدیم و خدمات اجتماعی مخصوصا خدماتی که بتانه بخاطر رفع مشکلات مردم و بخصوصا زنای افغانستان باشه و انجام میدیم. مثلا از قبیل ایجاد شبکه‌های خیاطی، از قبیل جمع‌آوری صنایع دستی در 34 ولایت افغانستان، خاصتا کورس‌های سوادآموزی که دانستیم هزاران زن با سواد بسازیم، البته نه تنها در کابل، در سایر ولایت‌های افغانستان. و مهمتر از این است که امی خدماتی که ما انجام میدیم البته تنها نیستم، با خانم های نخبی از این سرزمین هستم و از برکت از اونا بانو سحر شدیم و کوشش میکنم که عزت و نام نشانشان نگاه کنم و دوست دارم که یک الگوی خوب در افغانستان باشیم انشالله. و چیزی که مهمتر برای ما است که بعض از فعالیت هایی که ما داریم، البته فعالیت های فرهنگی هم داریم که این فعالیت های فرهنگی باعث شده که ما زنها را متحد بسازه، این فعالیت های فرهنگی باعث شده که ما زنها را رشد و اقتصادی بده. خب مثلا هنر، صنایع دستی که بعضشان بسیار رسامای بسیار عالی هستند در سراسر ولایت افغانستان و بخصوص دخترای جوان از سرزمین که میبینین ماشاءالله چیزای خوبی را نقاشی میکنن. شورای ما معلوم دار است که نامش از نامش هویداست که مجتمع خدمتگزاران مردم افغانستان، یعنی یعنی که همیشه خدمت میکنه و دوست داره خدمتگزار باشه بدون کدام هدف. ولی یک چیزی رو با شما میخوایم بیان کنم، در اوایل تنها شورا بود و مدت یک سال میشه، از فعالیت ما 3 سال شد ولی از ای که مجتمعی شد حدودا 1 سال شد که 300 نهاد با ما یک جای شدن، البته نه تنها نهادهای خانما بلکه نهادهای که میتونستن در رأس زن مردم مردهای افغانستان کار کنه، در رأس جوانای افغانستان کار کنه و اونا هم امرای ما یک جای شدن. وقتی که امرای ما یک جای شدن کار کردن و فهمیدن که در اینجا پیشرفت ماست، ترقی میتونیم و مهمتر از این است که باید هم کار کنیم در این قبال و باز یک جای شدیم کار میکنیم و فعلا هم ادامه دارم. ماشاءالله شبکه‌های خیاطی ما فعال است، در شورای ما عقل ازویت های زنا و مردم که 240,000 زن از در شورای ما کار میکنه، البته اینا عضویت دارن و کاری که میکنه بیشتر از 100 زن است و ما از این طریق میتونیم که عقل عضویت جمع کنیم، دوباره پس سرمایه گذاری کنیم برای خود زن افغانستان. بسیار خوب. خب چطور است امروی آشپزی؟ خوب اونقدر منتظر در مقابل شما نمیتونم که بگم که ولی ما آشپز خوب هستم، ولی بیشتر اشاره کردین گرچه خانم خوب آشپزی میکنه، فکر میکنم میگی این مطلب میخواستیم بگم خانم خوب آشپزی میکنه ولی بسیار علاقه‌مند آشپزی هستم و آشپز خوب و ماهر از این زمان طفلیت کم کم بودیم.
و قدر مایر نه به اندازه‌ای که بتونم غذای خوشمزه تیار کنم. یعنی چیزی را که آماده می‌سازم خوشمزه آماده می‌سازم. خب بین میریم به طرف میز آشپزی. امروز ما براتون آشپزی می‌کنم. درست. چطور موافق هستی؟ حتما. چرا گلاس جوس تانو بگیرین که اونجا جوس نوش کنم. خب دوست عزیز، امروز می‌خوایم که یک املت پنیردار آماده کنیم برای مهمان عزیز خود. در غذا کدام غذا را زیادتر خوب پخته کرده میتونی؟ فامیل کدام غذا را زیادتر میپسنده؟ اما البته دست پخت خودت. بله، آشک منتو، ولی چیزی رو دوست ندارم بخورم، ولی زیادتر علاقه مند سبزیجات و بعضی چیزهای دیگه هستم که سبزیجات آماده شده مثل سبزی و بعضی چیزهای دیگه. ولی من زیادتر خوبتر چیزی که پخته کده میتونم و برنج است و قابلی خوب پخته کده میتونم. بسیار خوب. و خوب دوست عزیز، در حال حاضر یک وقفه کوتاه داریم و سوال ممان بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. بازم خوش آمدین به ادامه برنامه. خدا کنه که تا این لحظه دوست عزیز از برنامه لذت برده باشین. خب ما سوال پیشرم از بونوس هرمی بود که بگویم خانم‌ها زیادتر هوسانه را زیاد دوست دارن، آشک منتوره، خود چطور برعکس خوش نداری؟ ما متاسفانه که چون خمیر است از خمیر آماده میشه و ثقیل است بخاطر ثقیل بودنش و یک کمه هم میتونه که وزن بگیریم و دو منتوبه ای خاطر که از گوشت استفاده میکنن زیادتر اوقات و در زم آشک کمه بیش خوش دارم چون از سبزیجات آماده میشه. خب یعنی که اصلی مطلب تا گرفتم دیگه، نمیخوای وزن بگیری؟ وزن نمیخوایم بگیرم. بسیار خوب. خب بیشتر موضوع پروژه هایی که شما فراهم ساختین برای فامیلا و یا خانواده های بی‌وضاحت از دیگه فکر میکنم. بله بله. آشپزی هم شاملی پروژه تان هست؟ تا هنوز نشده آشپزی و دوست داریم که آشپزی هم شامل از پروژه شد، ولی بعض از خانم ها دوست دارن. بعض از خانم ها نخیر امی کار امی پروژه بسیار خوب دارن. این پروژه در رابطه با آشپزی که ناجور میکنه آماده میساز، حتی در خانه آماده میسازن، دوباره میرن به شکل یعنی قسم کسایی که هتل داشته باشن به فروش میرسنن. بله ماشاءالله دست پخت بسیار شیرین می داشته باشم. خب تشکر. کدام رنگ دوست داری؟ ماشاءالله خودت امروز رنگ بسیار مقبول را پوشیدی و به خودت بسیار خوب می زیبه. کدام رنگ زیاد دوست داری؟ من رنگ را دوست دارم، ولی رنگ سرخ و سفید بیشتر. بیشتر دوست داری؟ رنگ های بسیار خوب. سرخ، سفید، رنگی سمندی، ولی زیادتر سرخ. خب بینیدای عزیز، گفتیم امروز ما یک املت پنیردار آماده میکنیم برای مهمان عزیز خود که موادی که استفاده میکنیم شامل از پیاز و مرچ دلمه، بادنجان رومی، یک عدد مرچ تند، مرچ سیاه و نمک، تخم مرغ و همچنان پنیر داریم. داخل یخچال است. از اینکه هوا کمی گرم است دوستان، خواستیم کمی نرم شود، به خاطر وقتی که نیاز شد باز ما استفاده میکنیم. پیاز بسیار خرد ساختیم. چطور با پختن املت بلدیت داری؟ البته خوردیم تا نصف پخته نکدیم. خوشبختانه ها دیگه بگویم امروز خیلی میبینی دیگه از نزدیک طرز پخته. امروز دوست دارم که چون این یغزه رو واقعا من دوستم دارم و دوستم دارم که طرز پختنش ها یاد بگیرم. انشالله از برکت شما. زنده باشین. بانو سهر بگوین که دوست داریم مهمان خانیتان بیای یا مهمان بری؟ دوست دارم مهمان بیای ولی مهمان نرم. به خاطر از اینکه مهمان بعض اوقات چون بسیار مصروف هستم و از امی برنامه بر تمام دوستای عزیز زیر پیام را میرسونم که از ما زرده نشن که من خانهایشان نمیایم و یایی که اونا باید درک کنن مرد. درک کنن بله. خب تا حال کدام گپ یا راز پیشت بوده که تا حال با دوستایت شریک نساخته باشیش و حال بگویی؟ بله، بعضی از دوستان فکر میکنه که من اصلا کار خانه رو یاد ندارم،
و بعض از دوستا فکر میکنن که مثلا آشپزی را یاد ندارم. اتون ولی حالا برای شما میگم که هم آشپزی را کم بیش خوب هستم ولی در کارهای خانه هم سهم میگیرم و علاقه مند هستم. حتما کسایی گفتن ایراز تمام دوستا فکر میکنن که بعد ما برعکس ما اصلا کار خانه نمی کنم و کار خانه را یاد ندارم. در عموم علاقه مند تمام مسائل خانوادگی هستم. حتما کسایی گفتن که تا حال غذای تنوش جان نکردن دیگه. حتما گفتن که بلو سهر داشپزی تنبل است. خب طبعا معلوم دار که وقتی که مصروفیت های پیش از حد باشه اونا چگونه میتونن که دست پخت مره نوش جان کنن؟ خب در جریان کارم وظیفه تو وقت هم شده که مثلا اشتیا یه غذا آمده باشه که خودت همون لحظه پخته کنی پخته کده باشی؟ همیشه ما در دفتر که می باشم آشپز داریم همه چیز است ولی علاقه من دستم که یک بار برم در آشپزخانه و غذایی که دلخواه من است و فورا بخواهیم موادشه و خودم آماده بسازم. این خوب معلوم دار است که هفته دو روز سه روز اتفاق مفته. همکارم اشاره میکنه فکر میکنم وقفه آماده نش هستن. میگه دخترها در دوره ابتدایی مکتب بسیار تنبل میباشن و بعد از صنف دو نو دیگه بسیار لایق میشن. آیا واقعیت داره خط داره؟ برعکس بعد در دوره ابتدایی مکتب لایق بودم و بعد از یک صنف دوازده یازده مکتب شدم از کارهای خانه کم فاصله گرفتم. فاصله گرفتم آمادگی به دیگه کارهای اجتماعی گرفتم. بسیار خوب. همونطور است که موفق هستین. خب دوستای عزیز وقفه آماده نش هست و پس از وقفه ما را همراه باشین. زود و زود برمیگردیم. بازم به ادامه برنامه خوش آمدین بیننده های عزیز و آملت هم آماده است، فقط میخواین تزیینش بکنیم. خب سرجان چطور آملت یاد گرفتین؟ 100%. و اگر باورتون نمیشه کمیول ببازم. نه خب ایره شوخی کردم، منتها خوب صحیح یاد گرفتم و آرزو داشتم که اینه به می شکل یاد بگیرم. به می شکل؟ بله. خب شما هم گلاس جوستانه بگیرین دیگه، بفرمایین بچه هایتان بریم و ببینین که آملت امروز که آماده کردین تست کنین چطور است مزهش. خب امیدوارم که خوشت بیایه و قسمی که میخواستی ما آماده کرده باشم. بسیار تشکر. دیزاین مقبول بخصوص سلیقه بسیار عالی. زنده باشی روش جانتان. اولین باری که آشپزی کردین چه وقت بود خانم سهر؟ بسیار خرد بودم. غذایت خوبش آمده بود؟ پدرم بدون دست پخت من دیگه دست پخت نمیخورد. با بله بسیار خوب. از قسمت پنیر دارش بگیریم؟ مامزه میخاطر دوبار کوشش کردم که بگیرم. بدون تشویش بخورین، این غذا قدر چاق کننده نیست. نه اگر هفته یک بار دوبار بخورین خوب تر است. بله. ولی اگر باز هر روز بخورین دیگه وزن آدم زیاد میکنه. 100%. چطور آمده دست پخت ما امروز؟ ماشاءالله بسیار مزه دار. خب بانو سهر در آینده چی پلان ها دارین؟ در آینده پلان ما فقط این است که بتونم به مردم خدمت کنم ولی اصل هدف ما این است که بتونم نمایندگی کنم از مردم، از زنای افغانستان. بله میخوایم در رأس زنا باشم، کار کنم، زحمت بکشم و خودم مردم باشم و پلان عمومی است کاندید پارلمان هستم. تکاول بسیار خوب. با امید موفقیت های هرچی بیشتر اگر خواست خداوند باشه انشالله و خیر. میگه جوینده یا بنده است. 100%. و شما هم خانم فعال هستین و شکاری دارین انشالله که موفق هستین و موفق تر بشین. زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتی و در اخیر میخواییم پیام تا داشته باشه. پیام برای تمام خانم افغانستان مخصوصا
برای او زنایی که زحمت میکشن، رنج میکشن و کار میکنن و به خاطر بهبود و به خاطر بهبود زندگیشان، به خاطر بهبود اقتصادشان همیشه کوشش کنن در راستای مختلف زحمت بکشن، کارشان رو به نمایش بکشن، به فکر از این نباشن که اگر من این کار رو میکنم ریا گفته میشه، به فکر گپ و سخن مردم نباشن و به فکر از این باشن که ما چقدر توانایی داریم، چقدر کار کرده میتونیم، چقدر یک شخص و یا یک خانم فعال هستیم و چقدر میتونیم که بسیار زیاد پیشرفت کنیم. در فکر از این باشن. فکر میکنم بعض از خانم ها همیشه در فکر از این هستن که چرا ما امروز از طریق بعض کسایی دیگه تبهین شدیم، چرا ما امروز در پشت صحنه ما هر کس صحنه سازی میکنه. ولی بگذارین صحنه سازا را به صحنه سازی شون، شما را کوشش نکنین که شما عقب برین. در هر کاری که هست، آشپزی است، مهارت های صنایع دستی است، مهارت های مختلف دیگه است، باید شما در این مهارت ها خود رشد بدین و تا بتونین که به اوج قله ها برسین. زنده باشین. تشکر، بازم تشکر از اینکه به برنامه حضور یافتین. با آرزوی موفقیت های بیشتر شما. زنده باشین. تشکر بیننده عزیز، از شما هم تشکری میکنم که تا ایدم با ما همراه بودین و بیننده برنامه ما بودین. خدا کنه برنامه ما برای شما خوشایند بوده باشه و لذت برده باشین از برنامه. فردا جمعه است و جمعه خوب خوش براتون آرزو میکنم. کسایی که برای تفریح و سیاحت میرن، سیاحت بسیار خوب، ولی متوجه باشین که رابندی زیادتر است و کسایی که درایف میکنن متوجه درایف خود هم باشن. تا دیدار بعد که هفته دیگه بازم در خدمت شما با یک مهمان عزیز، مهمان خانه‌ای شما عزیز میشیم. شما رو به علای پاک میسپارم. خداوند یار و یاورتون.